عضو هیئت مشاوران نخست وزیر عراق از تلاش گروه های متخصص برای گوشیدن گوری دست جمعی در شهرستان تلفر در استان نینوا با 2500 جسد ادامی توسط سنی های تون روی داعش خبر داد به گزارش شیه ویرز به نقل از خبرگزار عراق سعد العبدلی عضو هیئت مشاوران نخست وزیر عراق اظهار داشت در یکی از شاه های شهرستان تلفر حدود 2500 جسد قربانی داعش در زمان اشغال این استان در سال 2014 دفع شده که به گفته شاهدان گاهی این ارقام درست و گاهی نادرست است بر اساس این گزارش وی افزود اکثر افراد دفع شده در این گور دست جمعی از ترکمانان شیعه و ایزدی ها هستند و این گور به امکانات و تجهیزاتی نیاز دارد که در اختیار تیم ما نیست وی افزود از استانهای صلاح الدین انبار موسل و کرکوک درخواست های را برای گشودن گورهای دست جمعی به جامانده از اعدام داعش داشته ایم ادامه تیم ملی متخصص در گشودن گورهای دست جمعی پیش از این گورهای اسپایکر و روستای کجا در سنجار را گشوده اما برای ادامه این مأموریت به حمایت فنی، مالی، ابزار ویژه برای گرفتن DNA اجساد ای قربانیان و مطابقت دادن آن هستیم که برای همه اینها نیز به تجهیزات و سردخانه های برای اجساد نیاز داریم وی با اشاره به لزوم درخواست کمیته دولتی مأمور پیگیری مسئله گورهای دست جمعی از تیم تحقیقات بینومدلی بررسی جنات های بینومدلی داعش و سازمان های و دیگر برای تهیه لوازم و حمایت مالی از تیم ملی علا گفت که پس از چندین چند نشست برای بررسی معمولیت موفق شدیم الابدالی افزود این تیم جدولی برای گشودن گورهای دست جمعی بر اساس اولویت ها تنظیم کرده و گور سنجار را که مدفن اجساد زنان سال خورده است که توسط عناصر داعش زنده در حوز پرورش ماهی دف شده بودن را گشوده است به گفته وی همکنون این تیم برای تسهیل در گرفتن دی ای اجساد و زمین سازی برای گشودن گور قربانیان زندان بادوش که مدفن 600 جسد بود برنامه ریزی کرده است.